بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به دوستایی که در جلسه هشتم فیزیولوژی حضور دارین و سلام به دوستایی که در سراسر ویدیو میبینن. موضوع بحث امروز ما شما در ادامه پتانسیل های غشایی یا ممبران پتانسیل که روز قبلی خواندیم، امروز درباره رستینگ ممبران پتانسیل است یا پتانسیل غشایی در زمان حالت استراحت است. این درباره رستینگ ممبران پتانسیل. ما در جلسه قبلی گفتیم که تفاوت غلظت ها در دو طرف غشا باعث میشه یک پتانسیل غشایی در غشا ایجاد شود، یعنی تفاوت غلظت آیون ها باعث ایجاد یک پتانسیل در خودی غشا میشه. یعنی ما شما ممبران پتانسیل گفتیم که فهمیدیم که در ایجاد نمودن این پتانسیل ها بیشتر کدام آیون ها نقش داشتن، مثلا آیون های سدیم، آیون های پتاسیم و مقسم آیون های کلور، اینا مهمترین آیون هایی بودن که در به وجود آوردن پتانسیل غشایی نقش داره. اگر شما در حالت استراحت غشای حجره رو در نظر بگیرید، اگر غشا باشد، در اینمی حالت استراحت پتانسیل غشایی حدود منفی 90 میلی ولت که ما بینیم. منفی 90 میلی ولت پتانسیلی که در حالت استراحت در غشای حجره وجود داره، خصوصا حجره عصبی و حجره عضلی، ما بینیم منفی 90 میلی ولت پتانسیل غشایی میگیم رستینگ ممبران پتانسیل. حالا سوال مطرح میشه که رستینگ ممبران پتانسیل در دو طرف غشا توسط چی ایجاد میشه؟ ما شما اروش خوانده بودیم که در دو طرف غشا اگر ما در نظر بگیریم، آیون ها غلظت هایش تفاوت داره. مثلا اگر غلظت سدیم شما غلظت آیون سدیم را در نظر بگیرین، غلظت آیون سدیم در بیرون 142 میلی اکوالنت بر لیتر و غلظت آیون سدیم در داخل، غلظت آیون سدیم در داخل برابر به 14 میلی اکوالنت بر لیتر. اگر شما درباره آیون پتاسیم در نظر بگیرید، غلظت آیون پتاسیم در نظر بگیرید، غلظت آیون پتاسیم در بیرون حجره 4 میلی اکوالنت بر لیتر و در داخل حجره غلظت آیون پتاسیم، غلظت آیون پتاسیم برابر به 140 میلی اکوالنت بر لیتر. اگر ما شما به اساس معادله نرنست ما بخوایم تفاوت پتانسیل غشایی را به تنهایی یک توسط هر آیون ایجاد میشه محاسبه بکنیم، در این حالت اونمو پتانسیل غشایی یا پتانسیلی که توسط تفاوت غلظت آیون سدیم در دو طرف غشا ایجاد میشه، پتانسیل غشایی آیون سدیم برابر به 61 میلی ولت. و اگر ما غلظتی که توسط آیون پتاسیم در دو طرف غشا ایجاد میشه توسط معادله نرنس حساب بکنیم، طوری که در ویدیو قبلی یا در درس قبلی شما حساب کردین، پتانسیل غشایی ناشی از آیون پتاسیم برابر به منفی 94 میلی ولت. اما اگر ما شما اینمی تفاوت غلظت ها را در دو طرف در نظر بگیریم، اکثر وقتا اینمی تفاوت غلظت ها در دو طرف باعث میشه که آیون ها از طرفی که غلظت زیاده به طرفی که غلظتش کمه انتقال پیدا بکنه. پس اونمو چینل هایی که در وجود آوردن اینمی تفاوت غلظت ها در دو طرف نقش داره، سدیم، پتاسیم، لیکاج چینل. زمانی که شما تفاوت غلظت ها رو در نظر بگیرین، اینمی سدیم پتاسیم چینل باعث میشه چیه؟ سدیم ها رو از بیرون داخل و پتاسیم ها رو از چی؟ از داخل به طرف خارج انتقال بده. ما میخوایم علت یعنی منفی 90 میلی ولت پتانسیل رو بفهمیم که در این وجود آوردن از این دو پتانسیل برقی دو علت نقش داره. یکی اینمی سدیم پتاسیم لیکاج چینل که نمی سودیم پتاسیم لیکاج چینل میگه میتونه منفی 86 میلی ولت تفاوت پتانسیل را از منفی 90 میلی ولت منفی 86 میلی ولت پتانسیل نمی سودیم پتاسیم لیکاج چینل به وجود میاره. این چینل چه میکنه؟ آیون پتاسیم را به بیرون میبره و آیون سدیم را داخل میبره.
اما این نظر به اگر ما نفوذ پذیری از رادار مقایسه کنیم، این چینل سدیم پتاسیم لیکاش چینل در مقابل پتاسیم خیلی نفوذ پذیرتر نسبت به سدیم، یعنی 100 برابر نفوذ پذیری از نسبت به پتاسیم بیشتر نسبت به سدیم. از او خاطر مقدار این چینل مقدار زیادی از آیون پتاسیم بیرون میبره و مقدار کمی از سدیم داخل میاره. از او خاطر که این برابر به چی؟ برابر به منفی 86 میلی ولت پتانسیل برقی ایجاد میکنه. برلاوی از اینکه اینمی سودیم پوتاشیم لیکاش چینل در بوجود آوردن رسینگ ممبران پوتانشیل نقش داره، دومش سودیم پوتاشیم پمپ نقش داره. شما میفهمین که سودیم پوتاشیم پمپ توسط با استفاده از مصرف انرژی همیشه مواد را از طرفی که غلظت کم به طرفی که غلظت زیاد انتقال میده و این آیون های سدیم با مصرف انرژی از داخل خارج میبره و آیون های پتاسیم از بیرون داخل میاره. سدیم پتاسیم پمپ تفاوت پتانسیل برقی برابر به منفی 4 میلی ولت پتانسیل برقی را به وجود میاره که اینمی منفی 86 میلی ولت و منفی 4 میلی ولت پتانسیل برقی که به وجود میاد اینمی را ما و شما اگر جمع بکنیم برابر به منفی 90 میلی ولت پتانسیل برقی میشه. از او خاطر پس هر کس از ما و شما پرسانه که در رسینگ ممبران پتانسیل یا در بوجود آوردن پتانسیل استراحت قشایی کدام عامل نقش داره، ما و شما میگیم دو عامل نقش داره عمدتاً، یکی سدیم پتاسیم لیکاش چینل که چقدر این منفی 86 میلی ولت تفاوت پتانسیل ایجاد مونه که شما اینمی منفی 86 میلی ولت تفاوت پتانسیل اگر شما با استفاده از معادله گلدمن استفاده بکنین، با استفاده از معادله گلدمن شما میتونین اینمی منفی 86 میلی ولت تفاوت پتانسیل که توسط لیکاش چینل در دو طرف قشا به وجود میاره اون محاسبه بکنین، در صورتی که شما پتانسیل قشایی ناشی از چی؟ از سدیم و پتاسیم بدانین. دومین عاملی که در وجود آوردن از نقشاش یعنی سدیم پتاسیم پمپ که سدیم پتاسیم پمپ پتانسیل برقی برابر به منفی 4 میلی ولت پتانسیل به وجود میاره. این یک مختصر از رسینگ ممبران پتانسیل معلومات درباره رسینگ ممبران پتانسیل بود که ارزو دارم همه شما فهمیده باشین. تشکر از توجه شما.